گرمترین سلام ها و درود ها به شما هموطنان عزیز، یاران شورشگر و اشرف نشان در داخل و خارج کشور. قبل از هر چیز بگم، چه در زمانی که خودم مخاطب تماس های شما هستم، چه در بقیه اوقات که برنامه همیاری رو از سیمای آزادی دنبال می کنم، به عنوان یک ایرانی آزادی خواه غرق شور و افتخار می شم برای چنین خلقی که در فداکاری، در عواطف و در ایثار برای پیشتازان رهایی بی نظیره، واقعا بی نظیره. و سر تعظیم در مقابل همه شما فرود میارم و همراه با همکارانم در سیمای آزادی سپاسگزار و قدردان تمام کمک ها، عواطف و ایستادگی شما هستیم. انشالله ما هم هرچی بیشتر پاسخگوی تعهد و رسالتمون در سیمای آزادی باشیم و بتونیم سانسور و اختناق رژیم رو کنار زده و دروغ و فریبکاری رژیم رو رسوا کنیم و صدای حقیقی مردم ایران و کانونهای قهرمان شورش و تهاجم رو منعکس کنیم. البته میدونیم که و برامون روشنه که انجام این تعهد جز با کمک شما میسر نیست. خب بهتره دیگه شما رو معطل نگه ندارم و به آقای ابوالقاسم رضایی معاون دبیرخانه شورای ملی مقاومت سلام کنم و خوش آمد بگم. سلام خدمت شما برادر حبیب، خیلی خوشحالیم که باز هم همراه ما هستین در این برنامه. منم سلام میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیز و خوشحالم که بار دیگه در خدمت اونا هستیم. نکاتی که شما گفتین حرف دل منم هست. واقعا این دو روز رزم همه اشرف نشان ها رو در سراسر دنیا و از ایران شاهد بودیم. همیاری میادگاه عاشقان آزادی ایرانه و من فکر میکنم که با آموزشایی که من خودم تو این یکی دو روز تو این دو روز دیدم واقعا یک دانشگاهیه، به خصوص از این نشستی که استادان هوادار این مقاومت دیدم بسیار لذت بردم، بسیار نکات جالبی رو امروز بیان کردن. همینطور زومی که اون نشستی که جوانان گذاشته بودن و شور و حال اونها، و خیلی خوشحال شدم که خواهرانمون وحیده نبوی و خواهر ملیکا رضایی را در این برنامه دیدیم و از صحبتاشون استفاده کردیم. اول میخواستم با عرض سلام و ارادت به کانونهای قهرمان شورشی و قیام آفرینان و درود میفرستم به شهیدان قیام محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، سید محمد حسینی، محمد مهدی کرمی و خدانور لجه‌ای و سایر شهیدان از مهسا و کیان و نیکا و آیلا که باعث شدن زمین زیر پای خامنه‌ای و رژیمش به لرزه در بیاد. فریاد میکشم نه شاه نه شیخ، زنده باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران. خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست. و درود بر کانونهای شورشی. من اول کمک ها رو اعلام میکنم، بعد یک دو دقیقه مزاحمتون میشم. جمعاً 2490 یورو. من میخواستم بگم که مگه رادیو تلویزیون و رسانه کم هست توی دنیا؟ نه واقعا، نمیشه اونا رو شمرد. تفاوت کجای؟ به علت وقت کم من به چند نمونه اشاره کوتاهی میکنم فقط. سیمای آزادی نقش احیا کننده و احیاگر داره. میتوان و باید رو با پویایی و سرزندگی رواج میده. شما با سیمای آزادی غبار از رخ دین زدودید. سیمای آزادی سیمای ماهیان سیاه کوچولو هست. همون ماهیان سیاه کوچولوی اوسیانگر و شورشی وقتی راه افتادند و گفتند این وضع رو نمیخوایم و این نباید باشه و در پی آن که چه چیز به جاش باید باشه به شما رسیدن و این سیما اونا رو گرد هم آورد و میاره و در پی دست یافتن به گوهر آزاد و آزادی و رهایی شدند آتش زنی قیام ها، شدند این عمل و سمت دهنده و راهنما و این چنین قیام ها به راه افتاد و این ماهی ها شدن عامل پیشرفت و استمرار و پیروزی های قیام تا بتونن با خنجراشون با آتش جواب آتش
کیسه مرغک ضحاک ماهیخوار و مار به دوش و کودک کش و خودش رو بدرند و بسوزانند و نابودش کنند. با درود به راهبران مقاومت، برادر مسعود و خواهر مریم، تمام رمز و راز این انقلاب، انقلاب دموکراتیک نوین مردم ما قطعاً پیروز خواهد شد. یادی کنم از خواهر عزیزمون، خواهر سهیلا زیارزایی، که تنین صداش لرزه به جان دشمن مینداخت، و همچنین برادر عزیزم مسعود فرشی. برام خیلی مهم بود که از این دوتا حتما امروز یاد کنم. در مجموع این عددی که من اعلام میکنم 6460 پونده. همونطوری که مردم ایران تیرباران شدن فرزندان خلف خود در دوران ستمشاهی و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستون سال 67 توسط خمینی جلاد نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. از فریاد میزنیم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. ابتدا میخواستم یادی کنم از داریوش، قانون شورشی از کرج، که مرا به یاد حاج محمد آقایی انداخت، شهید حاج محمد آقایی. او نیز همرز داریوش بود در زمان دیگه، که با تمام توانش فریاد مردم ایران را از طریق سیمای آزادی به گوش جهانیان برسوند. و میخواستم اعلام کنم خدمت شما مبلغ 20,000 فرانک از طرف تعدادی از یاران مقاوم در کشور سوئیس. سیمای آزادی، سیمای مقاومت مردم ایرانی که تماماً منعکس کننده صدای قیام کنندگان، مردم بپاخواسته ایران برای آزادیه، و حمایت مالی خودمون برای شعله و نگه داشتنش با قدم های محکم و مستحکم تر برای آینده گام بر می داریم. من زیاد وقتتون رو نمیگیرم، کمکامو اعلام میکنم که جمع میشه 11,930 فران. یکم کمکاری کردم، دور و برم وقت نکردم دنبال کنم واسه هم یاری، واسه همین مجبورم که خودم کمکاری کردم، از خودم بیشتر بذارم، و الان تنهایی فعلا 4,000 یورو تقدیم شما میکنم، تقدیم کارونای شورشی، تقدیم یک ایران آزاد. انشالله به زودی همه خواهیم دید. من یقین دارم که نست قسم خورده برادر مسعود و خواهر مریم که افشا کننده ظلم و ستمی که از فردای دزدیدن انقلاب ضد سلطنتی توسط خمینی ملعون و سر مردمون آورده، امروز به بار نشسته. سه تا از خواهران هوادار در ایران هر کدوم مبلغ 6 میلیون، جمن 18 میلیون، و خودم با خانواده مبلغ 40,000 کرون که برگ سبزی تحفه درویش به خدمتتون. همینطور به این رزم ادامه بدین، چون میدونید که هر چقدر توان این رسانه مستقلی که از طرف هیچ دولتی حمایت نمیشه توانش افزایش پیدا کنه، در انعکاس این مقاومتی که داخل ایرانه میتونه نقش جدیتری رو ایفا بکنه. چون همونطور که برخی از دوستانمونم اشاره کردند، تنها رسانه‌ایه که به صدای قیام مردم ایران انعکاس میده. رسانه‌های دیگه فقط کارشون این نیست که سانسور بکنن، که میکنند. یه روزی در مورد یکیشون بی بی سی مرحوم شاملو گفتش که رذیلانه ترین نوع سانسور. ولی علاوه بر اون رذالت‌های قبلی که سانسور صرف بوده، الان لانسه کردن کثیف‌ترین مزدوران وزارت اطلاعات هم در دستور کارشونه. افتخار میکنم به شجاعت
جسارت و درایت قیام آفرینان. درس شجاعت میگیرم از پدری که بر سر مزار فرزندش میگوید مردم همت کنید، بجنگید، خسته نشوید، مقاومت کنید، اینها رفتنی هستند، سر خم نکنید، سر خم قدغن. افتخار دارم که حمایت مالی خودم و جمعی از ایرانیان آزاده مقیم نروژ را اعلام دارم، جمعاً 128,000 کرون. خسته نباشین با این گل ریزان، دل ما رو خیلی شاد میکنین و چشم دشمن رو کور کور. عزیز قهرمان، مادر رضایی شما، واقعا مادر همه شهدا که با دو تا دیکتاتوری شاه و خمینی مبارزه کردن. من یک کمک هایی بود که بچه ها به من گفتن، خواستم اولین کمک ها رو به شما بگم. این کمک ها از مبلغ 2500 پوند و یک کمکی هم حتما از طرف رضا حسینی که به خصوص به شما خیلی برادر حبیب علاقه خاصی داشت و همیشه واقعا به شما افتخار میکرد و وقتی که از شما حرف میزد واقعا تمام صورتش پر از خوشحالی میشد. هرگز نباید این صدا خاموش بشه و ما با چنگ و دندون از اون حفاظت میکنیم تا این صدا به امید خدا به همین زودی از داخل ایران به گوش همه دنیا برسه. شما گفتید که آخوندها تکمیل کننده جنایات شاه بودند. در واقع همطور که برادر مسعود یه دفعه گفت، ولیعهد واقعی رژیم شاه آخوندها بودند، خمینی بود و شاه با کشتاری که از انقلابیون کرد جاده رو صاف کرد برای سر کار اومدن آخوندها. این لومپن سلطنت طلب هایی هم که در خارج کشور اخلال میکنن، در واقع یکی از شگرد های وزارت اطلاعات اینه که در پوش انجمن های سلطنت طلب سعی میکنه که تظاهرات خارج کشور رو به انحراف بکشونه، که من شنیدم تو لندنم از این اوباش و از این شعبون بیمخا زیادن. میخواستم امشب یادی بکنم از مردی 49 ساله که حدود 7.5 سال پیش شب 11 خرداد 1393 در انتظار اعدام بود و من این شب رو به خوبی یادم هست که تا نزدیکی های صبح منتظر بودم، چون خبر اعدامش رو همه میدونستن، منتظر بودیم و امیدوار بودیم که این اتفاق نیفته. غلامرضا خسروی سجانی، سوادجانی، و من بسیار هر وقت که برنامه همیاری هست به یاد این هم میهن عزیزم که مال شهر سوادجان در چهارمار و بختیاری بود میفتم. گناه او چه بود؟ گناه غلامرضا این بود که اومده بود در یک ماموریتی در خارج از کشور و اونجا از فرصت این ماموریت استفاده کرده بود و مبلغ 5,000 دلار به سیمای آزادی کمک کرده بود و در بازگشتش اونطور که خانوادش گفتن و صدای خانوادش هست، پس از اینکه برگشت به ایران دستگیر شد و به این گناه، به گناه بزرگی هم هست، گناه بسیار بزرگی هم هست از جانب کسی که میفهم این گناه رو، به این گناه به دار کشیده شد. و من یادم شب آخر گزارشی بود از اینکه پسرش رو برده بودن پیشش و یه جوری ازش میخواستن که یه چیزی بنویسه، اظهار پشیمانی کنه تا اعدامش نکنن، چون هزینه سنگینی داشت برای آخوندها اعدام غلامرضا. ولی غلامرضا خسروی ایستاد و درس بزرگی به مردم ایران داد. غلامرضا یک کارگر جوشکار بود و پیدا کردن و فراهم آوردن 5000 دلار برای یک کارگر جوشکار یعنی تمام تلاشی که در تمام زندگیش کرده بود و پولهاش رو کنار گذاشته بود تا به این رسانه کمک کنه. و این پیام رو به ما داد که برای زنده نگاه داشتن این رسانه بایستی از همه چیز گذشت و حتی از جان و از فرزند و از همه چیز. کسایی که باشون همدل بودن، از شما تشکر میکنم که هستید و این امکان رو فراهم آوردید که بشه به شما اعتماد کرد، که بشه به شما پول کمک نیست، بشه شرکت کرد در تلاشی که شما میکنید، اسمش کمک نیست، بشه یک
کمی گفت خب من هم یه نقشی داشتم. من به میزان اون چیزی که الان تونستم مبلغ 45,000 یورو تعهد میکنم و میپردازم به سیمای آزادی و سعی میکنم که در همین حد نمونه. که وزارت اطلاعات بهش گفته بود که مرز سرخ حتی خامنه ای نیست، یعنی فوش دادن به خامنه ای، شعار علیه خامنه ای، مرز سرخ مجاهدینم. این با این کارهای خبیثانه، رذیلانه، جنایتکارانه میخواد این مرز سرخ را بندازه، جا بندازه، چه در داخل ایران چه در خارج ایران. که نگاه کنین نزدیک به مجاهدین بشین دودمانتون رو برباد میدین. علی رغم این کانون ها توی این قیام با وجود دستگیری ها افزایش پیدا کرده، علی رغم این شعار سرخم قدغن از داخل ایران میاد که بعد برادر مسعود اون رو تبدیل به پیامش کرد و گسترشش داد و الان شده یه فرهنگ عمومی بین مردم ایران. به هر حال این فرهنگ از غلامرضا خسروی، علی صارمی و بسیاری از شهدای سربدار از سال 67 شروع شده و الان به هر حال تبدیل به یه فرهنگی شده توی صحنه مبارزاتی ایران. سیمای آزادی واقعا راه مبارزه رو تو ایران، راه مبارزه تو ایران هست، یعنی و همین عقیده مجاهدین. و چقدر جوان ایران که چقدر جوان ایرانی که تو داخل فقط امیدشون به سیما هست. من خودم هم افتخار اینو داشتم که یکی از اونا بودم. با این همه مجاهدین سربدار که به تناب‌های دار جلادان بوسه زدن و شهید شدن، که واقعا اینجا حرف راستین سردار خلق به آدم میفته، سردار خلق موسی خیابانی که گفتن نیروهای میرا هست میشن و مثل کفا از روی آب جدا میشن، داره انجام میشه، دارم به چشم خودم دارم میبینم. اجازه بدیم من این مبالغی که تو این همیاری شرکت کردن از افراد مختلف به عرضتون بگم. یک کانون شورشی قهرمان 500,000 تومان که اگر به من اجازه بدین، اگر امکانش هست، من این کانون شورشی یک پیام داده به من که من اگر اجازه بدین من اینو بخونم. بفرمایید. با سلام و خسته نباشید، اینجوری شروع میکنه پیامشو. با سلام و خسته نباشید به همه مجاهدان خلق و رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، خواهر مجاهد مریم رجوی و رهبر مجاهدین خلق برادر مجاهد مسعود رجوی. واقعیت این است که ما کانونهای شورشی و ملت در زنجیر ایران به سیمای آزادی احتیاج و نیاز مبرم داریم. ما نیاز داریم تا آزادی را در ایران بتوانیم بسازیم. میتوان و باید. همانطور که شهید اشرف رجوی نماد شرف و غیرت فرمودن که جهان نفهمید به ما چه گذشت، الان با وجود سیمای آزادی جهان میفهمد که چی میگذرد. من یک دانشجو از شهر تبریز هستم که با این وضعیت حاصل از رژیم که در حد توانم یک کمکی میکنم که واقعا برای شما ارزش مالی ندارد، چون من معنی زندگی کردن را با شما فهمیدم. 500,000 تومان را تقدیم شما میکنم. من خودم هم 1,000 یورو که جمعاً 2,500 یورو به اضافه 500,000 تومان پیشکش میکنم در خدمت شما هستم و درود به شما و خسته نباشید. تازه این کمک‌ها به صورت جمعی داره میشه، اگه بخوان تک تکشون بیان صحبت بکنن و ملعشون رو بگن که خب وقت بسیار زیادی باید بهش اختصاص داد. و در مقابلش میشه به اون اتهام زنندگان به این مقاومت که شما محبوب نیستین، پایگاه ندارین، بگی اگه جرأت دارید شما یه چنین برنامه‌ای را بندازید تا میزان محبوبیت مشخص بشه. چون میدونید که در دوران مقاومت برخلاف دروغ‌هایی که اینا توی رادیو تلویزیوناشون میگن، معیار مشروعیت مقاومته. و یعنی کجا امکان
رأی گیری وجود داره که بگیم کی محبوب هست کی محبوب نیست؟ کدوم مقاومتی بوده که در شرایط سختی که بوده اومدن رأی گیری کردن؟ مثلا برای جنرال دوگل رأی گیری کردن که بیاد رهبر بشه یا میزان محبوبیتش مشخص بشه، یا هر کس دیگه. هر انقلابی در وسط سرکوب و کشتار و شکنجه و این جنایاتی که آخوندا میکنن کی میتونه؟ اون رأی گیری هایی که تا خرخره وزارت اطلاعات توش دست داره و سمت و سو میده که خب معلوم الحاله. بعد که بازمانده دیکتاتور سابق میشه جزء کسایی که خیلی رأی میاره. ضمناً فالوورهای جعلی هم که میزان رأی کسی رو نشون نمیده. بنابراین راست میگین، خود این حمایت چون جنبه مادی داره، الان هم حسن گفت راحت پول به دست نمیاد. این پولایی که دلار به دلارش، یورو به یورو، پوند به پوند، ریال به ریالش داده میشه، با عرق جبین و کد یمین به دست میاد. من خودم شاهدم که هواداران این مقاومت با چه زحمتی این پولا رو در میارن. دیشب تو برنامه گفتم من خودم خبر داشتم برادری که خونه‌شو پس داده بود برای اینکه به تعهد مالیش برسه، توی ون زندگی میکرد. خواهری که تماما همه پولشو میداد، تو خونش هیچی وجود نداشت، به طوری که وقتی که بهش سر زده بودن، بقیه تحت تاثیر قرار گرفته بودن، گفتن خب چرا یه وسیله تو خونت نیست؟ گفته بود برای اینکه به تعهدم برسم به این مقاومت. بنابراین راست میگین، اگر چنین چیزهایی هست خب بیاین رو بکنین. چرا جرأت نمیکنین این کارا رو بکنین؟ ما جمعی از خانواده های شهدای قیام و کانون های شورشی در 27مین برنامه گریزان همیاری با سیمای آزادی 23 تا 25 دی ماه شرکت میکنیم تا صدای رسای شهدایمان باشیم و بگیم تا آخرین نفس ایستاده ایم و از مردم دلیر ایران و ایرانیان و اشرفیان مقاوم خارج کشور میخواهیم صدایمان باشند و خستگی ناپذیر در این برنامه ملی شرکت کنند. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. خوب سیمای آزادی و همیاری 27 و ممنون از این امکان که بتونم پیام خودم رو به همیهنان برسونم. من یکی از جوانان قیام هستم که در این قیام فعالانه شرکت داشتم و بارها شاهد رفتار وحشیانه این مزدوران بودم. البته این جلادا کور خوندن که با این وحشیگری ها بتونن و یا میتونن از پس قیام و جوانه قیام بر بیان و سرکوب کنن. ما از اون هر بار جذبتر میشه. یه پیام هم داشتم به خامنه جلاد و تمام دستگاه آخوندهای جلادش. فکر نکنید که با اعدام محسن و مجید و مهدی و محمد میتونید مردم رو بترسونید. جامعه ما از ترس عبور کرده و دیگه برای سرنگونی این نظام هیچی نمیتونه مانش بشه. من خودم بعد از اعدام این قهرمانان از ما باورم برای سرنگونی این نظام صد چندان شده. یه پیام هم داشتم به مردم قهرمان ایران زمین که نشون دادن همه متحد و یک پارچه در مقابل دشمن، خاک و وطن، یعنی نظام ولایت فقیه هستیم. رستم به خونه یاران ایستاده ایم تا پایان و به تمامی فرصت طلبان و میوه چینان میگم که ما با هر گونه دیکتاتوری مخالفیم، چه شاه و چه شیخ، نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری. پیروز باید انقلاب دموکراتیک مردم ایران. درود بر خواهر نیلوفر. من از حرفای خواهر نیلوفر نتیجه‌گیری کردم که واقعا همونطور که گفتن شرایط به عقب بر نمیگرده و این رژیم محکوم به سقوط و سرنگونی. درود بر شما خواهر نیلوفر. واقعا درود بر نیلوفر عزیز که برادر حبیب به هر شکلی تلاش میکنن و واقعا قابل تقدیره که به هر شکلی و به هر صورتی که میتونین پیام خودتون رو میرسونین. درود بر شما. کامل بگم تلویزیون ملی ایران که در این رابطه
تمام اخبار رو شب و روز کار میکنن بدون چشم داشت به عنوان یک تنها تلویزیون ماهواره مستقل که به هیچ جا وابسته نیست، نه دولتی نه هیچ جریانی که بخواد کمک مالی بدینه، کمکش رو هم از تک تک مردم میگیره. اما در رابطه با سیمای آزادی واقعا اگه نبود اینجوری فکر کنیم، خب اخبار رو بقیه که سانسور که میکنن، جعل و تحریف هم که میکنن هر جا که بخوان، مصادره هم میکنن مطالب مربوط به قیام رو یا حتی شعارهای مردم رو، هم به دروغ میگن شعار دیگری هست، شعار یک، در حالی که شعار یک مردم هست مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و دیگر شعارهایی در همین رابطه و سرنگونی رژیم و مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، اینها رو با یه شعار دیگه میان تعویض میکنه، میشه تحریف. سازمان مجاهدین، شورای ملی مقاومت آماده، متعهد به سرنگونی به هر قیمت تا آخرین نفس. کانونهای شورشی در داخل، یعنی هم وال هست هم، و همینطور تا به حال دیدیم چطور پیش رفت، و واقعا که باز هم درود بفرستم به مسعود که از قبل که میگفت خیلی سخت بود وقتی هزار اشرف رو مطرح میکرد در سال اول دوم، ولی بعد خب به تدریج نشانهاش بارز شد و دیدیم که مردم، این که میگن مجاهدین جایی ندارن، ولی طرف از یکی خودشون تلویزیونشون پخش کرد که یک نفری، اینم خیلی نزدیک بوده به خامنه ای، دوستش میپرسید از یک جوان که آخه آقا تو اومدی مجاهدین بهتر از اینا منافقین؟ میگه اولا منافقین نیستن، مجاهدینن، دوم مگه چشونه؟ یعنی تمام دروغ هایی که گفته بودن و شیطان سازی ها به تدریج داره آب میشه. با چی؟ با حرکتی که در داخل هست، با حرکتی که در خارج هست و هماهنگی، و ما تا آخرین نفس و تا آخرین دقیقه، من خودم بگم دیگه، من قسمم بوده به خون شهدا از اول برای در شورم که تا آخرین نفس هستیم، حاضرم بارها گفتم، الانم میگم و میدونم که اعضای مقاومت همه در این رابطه همینطور هستن، با تمام آنچه که براشون هست، از بگه مالی که چیزی نیست، جون آمادگی هست برای چی؟ رسیدن به آزادی، آرمان آزادی. این همون شعاری است که در 4 بهمنم مسعود در دانشگاه گفت. مسعود بله همین شعار رو در پایان صحبتش گفت، گفت پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایران، و این ادامه پیدا میکنه و قیامی است تا پیروزی. وجهی از بیان حقایق این دوران بود. یک کتابی هم شما نوشته بودین، بیان حقیقت، که توطئه هایی که علیه رهبری مقاومت بود و خوب باز کرده بودین، و امشب هم شاهد نکات دیگه ای از حقایقی بود که این دوران وجود داره. درود بر شما. سلام، من اشکان هستم از صحنه. ما جوانان صحنه دوستان زیادی هستیم و هر کدام شغلهای مختلفی داریم و در تظاهرات این مدت شرکت کردیم و در قیام خیلی با شور و خشم زیاد مبارزه کردیم که حتی کارمون به درگیری میرسید و با قدرت تمام زوران را فراری میدادیم. ما وقتی شعار میدادیم اونها ترس و خستگی تو چهره و جسمشون کاملا معلوم بود و ما خیلی خیلی دست بالا نسبت به این مزدوران داشتیم و حتی دستهای فراموش نشدنی بهشون زدیم و باز هم پرقدرت‌تر از این مدت تو آینده به میدان میاییم و تا نابودشون نکنیم بودشون نمی کنیم. این هم بگم، ما تک تک مزدوران را میشناسیم ولی آنها ما آزادی خواهان را نمیشناسن و به خاطر این که این همه مدت جنایت کردن نابودشون میکنیم. هر کس هم که خون آزادی خواه نریخته زودتر از این چرخه جنایت بیاد بیرون،
چون ما نابودشون میکنیم. این پیام رو مزدوران خامنه‌ای خشن گوش کنن و بدونن هر لحظه امکان داره لحظه آخرشون باشه و این پیام رو فرستادم برای همیاری 27 سیمای آزادی. پیروزی خیلی خیلی نزدیک است. درود بر اشکان عزیز. اشکان جان، این که گفتی دست بالا رو داری که همیشه ایشالله همینطور خواهیم بود، ولی پیامتو مزدورا شنیدن همگی. من یک عضو کوچک از خانواده شهدا هستم. میخواستم 27 همیاری سیمای پرپرو آزادی را به شما تبریک بگویم و از زحمات شبانه روزی شما برای آزادی مردم ایران تشکر کنم. سیمای آزادی همچون چراغی فروزان همیشه خانه های مردم ایران را روشن نگه داشت. سیمای آزادی بود که در این سالهای سیاه حکومت آخوندی جهان را از تمام جنایت های این رژیم پلید و ستمگر دشمن ایران و ایرانی با خبر کرد و حالا همین سیمای آزادی است که تمام ابعاد این قیام با شکوه و بی‌نظیر را پوشش می دهد و صدای رسای قیام مردم ایران در جهان است که از دلاوری های بی‌نظیر به حیرت انگیز دختران و پسران شجاع بیباک و از جان گذشته ایران در کف خیابان تمام تجمعات، اعتصابات و مبارزات مردم را در سراسر کشور پوشش می‌دهد و به گوش جهانیان می‌رساند. همانطور که خودتان می‌دانید در هر تجمعات، دانشگاه‌ها، دیوارنویسی، تمام شهرها، شعارهای شبانه این شعار را تکرار می‌کنند: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. و من باز هم اینجا تکرار میکنم: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. نه سلطنت نه رهبری، آزادی و برابری. مرگ بر خامنه ای جلاد و خوناشام، لعنت بر خمینی، درود بر رجب. درود بر خواهر ملکه. از کرج گفتن از خانواده شهدا هستن و از شجاعت کانون‌ها گفتن. فقط من یک آماری رو از قول یکی از این عناصر رژیم خدمتتون بگم. یکی از این مزدوران رژیم به نام جواد موگویی که از کارگردانای وابسته به رژیم که علیه مجاهدین فیلم درست میکنه، در اکتبر 2022 نوشته بود که تنها در تهران 400,000 خانواده اعضای شهدای مجاهدین، اعضای اعدام شده مجاهدین هست. که خب معلوم میشه که چه خانواده عظیمی هستن خانواده شهدا در ایران و ترس و وحشت رژیم چی هست. یه بار فکر میکنم که خود برادر مسعود گفتن که اگر فقط خانواده شهدای ما راه پیمایی را بندازن، ببینید چه راه پیمایی عظیمی خواهد شد.